سلام، خوش اومدید. من احسان آبرتوسی هستم. بچه دار شدن از طریق رحم اجاره یا رحم جایگزین سالهاست که رایجه و در بسیاری از کشورها قوانین و نظارت سفت و سختی هم دربارش وجود داره. قوانینی که معمولاً پیچیدگی‌های عاطفی، حقوقی و اقتصادی این شیوه رو برای هر دو طرف قرارداد در نظر می‌گیرن. امروز علاوه بر مشاهدات و تجربه هاتون درباره مشکلاتی بگید که در ایران در نبود نظارت کافی ممکنه برای زوج و صاحب رحم ایجاد بشه. اساساً چرا یک زوج به جای پذیرش سرپرستی یک کودک ممکنه بچه دار شدن از طریق رحم اجاره‌ای رو ترجیح بدن؟ اینجا هشتگ شماست برای شرکت در بحث ما از راه‌هایی که زیر صفحه تلویزیون الدرج می‌بینید، یعنی ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر. با ما در تماس باشید یا اینکه از طریق تلفن با شماره‌ای که مشاهده می‌کنید تماس بگیرید و در بحث زنده ما هم شرکت کنید. عموماً این تصور وجود داره که انگیزه اصلی زنانی که رحمشون اجاره میدن بحث مالیه، اما گذشته از دلایل و انگیزه ها این شیوه میتونه پیچیدگی‌های عاطفی و روانی هم همونطور که گفتم ایجاد بکنه، هم برای پدر مادر بیولوژیک اون فرزند و هم برای زنی که 9 ماه میزبان جنین اون هست. در ویدیوی اول امروز سعی می‌کنیم به جنبه‌های اقتصادی و روانی این موضوع بپردازیم. از لحاظ سایکولوژیکالی میان مادری رو که قراره این بچه رو حمل کنه نگاه میکنن، خانوادهش رو نگاه میکنن که ببینن چند تا بچه داره، چجوری تحت استرس قرار میگیره یا نه. میدونین همه اینا به خاطر اینه که انسانیت میگه باید این خانوم به زور این کار رو نکنه، بلکه خودش بخواد بکنه. زوجی رو میشناختم که تصمیم داشتن از این امکان استفاده بکنن برای بچه دار شدن. به نظر میرسید خود این کلمه رحم اجاره‌ای یک مسئله ای بود. اونا منظورشون این بود که این کلمه اونقدرا که باید و شاید حق مطلب رو ادا نمیکنه. یعنی یک جورایی خیلی اون نقش نفر سوم کمرنگ میشه و صرفا به یه حالت مادی‌گرایانه نگاه کرده میشه، در صورتی که نقش این نفر سوم میتونه خیلی مهم باشه، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. دیدیم بریم رو خودت تلفن ببینیم که دو نفر اول چی فکر میکنن. با مهتاب از تهران و شهرزاد از مشهد صحبت میکنیم. مهتاب، همکارانم میگن خود شما ظاهرا دنبال این هستید که به نوعی از طریق در واقع رحم اجاره ای بچه دار بشید. بفهمید که چی شد اصلا این شیوه رو انتخاب کردید. سلام، وقتتون بخیر. من بنا به صلاح دید پزشک و اینکه رحمم قابلیت باروری رو نداشت، تصمیم برای این شد که از رحم اجاره‌ای استفاده کنم. خب چقدر واقعا این مسیری که الان باید طی بکنید تا نهایتا به نتیجه برسید مسیر راحتی هست در ایران؟ در واقع چقدر اینجا که صحبت از این هست که میگن قوانین و نظارت چندان شفاف نیست در ایران، تا این لحظه برای شما یا مشکل ایجاد کرده؟ یکم از اون موانعی بگید که تا این لحظه باش روبرو شدید. بله، راستش این مسیر سختی هست، یعنی در حقیقت مسیری هستش که در انتهای نتیجه میرسه، ولی خب راه خیلی دشواری داره. به طور مثال مثلا برای بحث هزینش مطرح میشه، هیچ نظارتی روی این موضوع وجود نداره. مثلا برای که مثلا ما بخوایم این کیس ها رو انتخاب کنیم باید سراغ واسطه ها بریم. واسطه ها کسایی هستن که حالا هم از طریق اینترنت میشه اینا رو پیدا کرد و همین که مطب دکتر که بریم شماره واسطه ها رو به ما میدن. در واقع یعنی پس یه بانک اطلاعاتی وجود نداره مهتاب که شما مراجعه بکنید اونجا خود مسئولان مثلا وزارت بهداشت به یک نوعی بخوان شما رو در ارتباط قرار بدن با کسانی که مایلن رحمشون اجاره بدن، درسته؟ نه اصلا همچین چیزی وجود نداره و اصل مشکل همینجا مطرحه. به خاطر اینکه وقتی که حالا ما با واسطه که تماس میگیریم اینها کیس‌های مختلفی رو به ما معرفی میکنن،
تو مرحله اول حالا کیس رو که ما معرفی میکنم و اگر این قضیه اوکی بشه، خود این واسطه به ازای همین معرفی مبلغ 5 الی 6 میلیون از ما میگیره به ازای کیسی که معرفی کرده. و خب حالا بحث مالی این خود اون کیس مطرح میشه. اینکه حالا اگه من بخوام بگم که چقدر هزینه داره، دوروبر مثلا حدود 25 الی 30 میلیون طی این 9 ماه، مثلا هر مرحله مثلا ماه اول 3 تومن، ماه دوم 4 تومن خود پرداخت بشه در ازای جنین یک قلو. یعنی اگر دو قلو بشه این هزینه بیشتر میشه و مازاد بر این هزینه ماهانه هستش که به عنوان اجاره گرفته میشه. یعنی من علاوه بر اون 30 میلیون ماهی 400 الی 500 تومن باید پرداخت بکنم. حالا این جدا و دوباره بحث مثلا هزینه خورد و خوراک اون خانم مطرح میشه و من حالا قطع مهم ندارم، اما خب متاسفانه بیشتر کسایی که این کار رو میکنن خب از اقشار ضعیف هستن و این اطمینان از طرف ما وجود نداره. مثلا اون هزینه که من ماهانه بهشون پرداخت میکنم، این هزینه مثلا خورد خوراک اون خانوم بشه که ولی طبیعتا خیلی گزینه ای هم برای شما باقی نمیمونه، چون که خب خیلی هم احتمالاً نظارت روی اینکه چطور داره این پول خرج میشه نمیتونید در حال داشته باشید. اما یه بحث دیگری هم که اینجا مطرح میشه اینه که حالا یه قراردادی قاعدتاً بین شما و اون زنی که دارید رحمش رو در واقع به نوعی اجاره میکنید بسته بشه. این قرارداد رو شما الان نمیدونم که رسیدید به یه همچین فردی تا این لحظه یا خیر، ولی از لحاظ قانونی آیا با وکیلی حرف زدید که بدونید که چقدر اون قرارداد بعداً لازم الاجرا میشه؟ فرضاً اگر که یک زنی پشیمون بشه بخواد بچه رو برای خودش نگه داره، آیا مثلا با استناد به این قرارداد شما میتونید در واقع بچه رو سرپرستش رو به عهده بگیرید یا خیر؟ بله بله، ولی ما تا این قراردادی چیزی که شخصی هستش، یعنی من وقت هزینه جدایی رو برای اطمینان خاطر خودم پرداخت بکنم و این خودم با این خانم بریم مثلا دفتر یه وکیل و یه قرارداد محضی ببندیم. اگر همچین اتفاقی نیفته چرا، ممکنه که مثلا اون خانم بعداً ادعا بکنه که این جنین مال خودشه که در نهایت بازم میشه جنین رو ازش گرفت، حالا با تست دی ان ای یا این مراحل. ولی وقتی که این قرارداد باشه خب دیگه خیلی سفت و سخت تر میشه، ولی خب این هم یه هزینه ایه که ما خودمون باید پرداخت بکنیم. حتی قبل از اینکه بریم با نفر دوم صحبت بکنیم، به عنوان سوال آخر، این نکته ای است که در شبکه‌های اجتماعی هم گاهی دیدیم در موردش حرف زده میشه. میگن فرضاً اون زوجی که به هر دلیلی به قول شما نمیتونن خودشون بچه دار بشن، چرا نمیرن سراغ این همه کودکانی که بی سرپرست هستن و امکان به هر حال پذیرش سرپرستی اونها هم، گرچه اونم پروسه پیچیده خودش رو داره، ولی چرا این کارو نمیکنن؟ چرا حتما دوست دارن که بچه خودشون باشه؟ چون شما زنی هستی که الان در این روند وارد شدی و دنبال پیدا کردن زنی هستی که رحمش رو اجاره بده، این سوال دوست دارم از خود شما بپرسم، پاسختون رو بشنم. ببین همونطور که خودتون گفتین، خب این پروسه‌ای که فرزند بخوای از پرورشگاه بگیریم خیلی پروسه سخت و طولانیه، یعنی خیلی سال بعد منتظر باشین و خیلی شرایط سختی داره. اینکه مثلا حالا اموالی باید باشه که به نام اون بچه بشه و یه سری شرایط دیگه که این کار برای ما سخت‌تر می‌کنه و اینکه خب یه سری از جنبه‌های فرهنگی وجود داره که متأسفانه من فکر می‌کنم هنوز به اون صورت توی ایران حداقل جا نیفتاده. بسیار ممنون از شما، مرسی مهتاب که تجربتون در میون گذاشتید. به ما شهرزاد از مشهد رو داریم همکارانم، میگن که شما خودتون ماما هستید، با توجه به شغلتون قطعا مشاهدات زیادی هم داشتید از این موارد، کسانی که از طریق رحم اجاره‌ای بچه دار شدن. بفهمید که معمولا آیا اختلافی صورت میگیره دست کم تا جایی در بیمارستان بتونید شما اینا رو مشاهده بکنید، یکم از مسائلی که ممکنه این نوع بارداری ها و در واقع این شیوه بچه دار شدن ایجاد بکنه برام بگید. سلام، وقتتون بخیر. بله من ماما هستم، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. بحث همین رحم اجاره‌ای که میفرمایید درسته، برای خانومی بارداری که برای خانومی که تمایل به داشتن فرزند هست ولی از نظر پزشکی ممنوع بارداری براش، حالا یا نرسایی قلبی داره یا مشکلات رحمی داره، رحم سپتوم دار داره یا رحم دو شاخ داره یا چند شاخ داره که نمیتونه، سقط های مکرر داشته، رو میاره به رحم اجاره ای و خانمی رو پیدا میکنه که بتونه این عوومو یعنی تخمک رو توی رحم ایشون بذارن و مراحل باروری رو در رحم که اجاره کردن طی کنن.
چقدر شما در این کاری که به هر حال در بیمارستان انجام میدن چقدر واقعا نظارت هست، حالا لحاظ اون تستای مختلفی که بخوان از پدر مادر بیولوژیک بگیرن، چه لحاظ اینکه بدن اون زنی که رحمش داره اجاره میشه چقدر آمادگی این کار داره، لحاظ روانی مثلا آیا اون مادری که رحمش رو در اختیار اون زوج قرار میده رو آیا واقعا تست میکنی، چقدر این کارا قانونمند و بر اساس یک دستورالعمل مشخص داره صورت میگیره؟ مادر باید خودش، اون خانمی که رحمش اجاره میده باید حداقل بچه داشته باشه، بچه اول نباشه. بعد اون خانمی هم که مادر پدر بیولوژیک هستن باید از نظر اینکه صحت و سلامت اون خانم رحم اجاره ای رو در نظر میگیرن که انواع اقسام بیماری ها رو نداشته باشه، از نظر روانی در آرامش باشه. بعد یه پولی بهش میدن ماهانه، خرج خورد و خوراک و پوشاکشو بهش میدن، به اضافه اینکه بین 20 تا 25 میلیون معمولا میگیره که این کارو انجام میده. و باید این 9 ماه هم اگه که مشکلی برای مادر پیش بیاد باید حل و فصلش کنن، یعنی اگه دستش میشکنه، پاش میشکنه یا هر اتفاق اینجوری براش پیش میاد باید خودشون به عهده بگیرن. خیلی ممنون از شما، مرسی. بار دو نفر مهتاب و شهرزاد، خدافظی بکنیم. چند تا پیغام بخونم براتون. علی نوشته که این یک انتخاب هست مثل به سرپرستی و این حق خانواده داره که انتخاب کنه و این حق خانواده، این حق خانواده داره که انتخاب بکنه کدوم روش رو انتخاب میکنه، اما حتما باید برای این کار قرارداد محکم با حضور وکیل بین طرفین امضا بشه تا حقوق دو طرف نقض نشه. و حضرت پلیتیک نوشته که متاسفانه هنوز مردم اعتقاد به این دارن که فرزندشون باید همخون با اونها باشه، در حالی که ژنتیک تنها نیمی از قضیه است و بزرگ شدن یک فرزند در محیط یک خانواده برای همسانی با والدین کفایت میکنه. طبعا دلیل اصلی که باعث میشه که یک زوج برای بچه دار شدن به فکر رحم اجاره بیفتن مشکل ناباروری و یا پیچیدگی‌های مربوط به نگه داشتن جنین در رحم زن هست که الان در صحبت‌های نفر اول برنامه هم اونو شنیدیم. به این بهانه بذارید نگاهی بندازیم به آمار در ایران در مورد وضعیت ناباروری، ببینیم که چگونه است. در واقع ناباروری هم در مردان و هم در زنان ایرانی از اون متوسط و نرم جهانی بالاتر هست، بنابراین امکان استفاده از این شیوه در ایران بیشتر هم خواهد بود. از هر 5 زوج یک زوج مشکل ناباروری داره، یعنی بین 21 تا 22 درصد میشه گفت این مشکل در زوجها در ایران هست. سالانه 150 هزار زوج ناباور اضافه میشن به جمعیت این افراد و نهایتا تحقیقات مختلف نشون میده که نیمی از این زوجها دچار افسردگی و استراب هم هستن، بنابراین شاید این شیوه استفاده از رحم اجاره بتونه تا حد این مشکلات رو حل بکنه. اما ببینیم که نظر کارشناسان در این مورد چی، البته در مورد این مسئله با یک وکیل کارشناس حقوقی تا چند لحظه دیگه حرف میزنیم. قبل از اون ببینیم که در ایران کارشناسان چه نگاهی دارن به جنبه‌های حقوقی ماجرا. افشین عبدالله نژاد که وکیل دادگستری هست گفته قرارداد استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی نیست، اما برای تنظیمان رابطه قانونی ندارین. در واقع این کار علاوه قانونی مجاز، اما جزئیاتش رو علاوه قانونی برش چندان نظارتی وجود نداره. منصور موحدین که جنین شناس استاد دانشگاه است گفته در بیشتر موارد برای انتخاب جنین اجاره تحقیقی صورت نمیگیرد و همین احتمال سوء استفاده را زیاد میکند. و مورد آخر هم از مجید اپری انتخاب کردیم که ایشون آسیب شناس اجتماعی و گفته درگیری فکری مادر اجاره‌ای در بسیاری اوقات با تولد فرزند تمام نمی‌شود. در واقع اون بحث جنبه‌های روانی ماجراست که بعد از تولد شاید یک نوع فقدان بچه رو احساس می‌کنه مادر. در این ویدیو سعی کردیم که بعضی از زوایای حقوقی ماجرا رو بیشتر بررسی بکنیم، بعد با مهمان برنامه که گفتم وکیل هست آقای احمدی نیاز بیشتر صحبت خواهیم کرد. خاصی در این مورد متاسفانه وجود نداره، مراحلش رو پیش بینی نکرده، طرفین باید خودشون به توافق برسن. تنها قانونی که در این مورد داریم ما قانون مدنیه که میگه قراردادها قابل احترام هستن و الزام آور. ولی
نهاد خاصی که این قراردادها رو تنظیم کنه و ناظر به این قراردادها باشه متاسفانه وجود نداره و همین باعث بروز یه مشکلات عدیده ای شده و الان بازار دلالا در این مورد واقعا داغه. بسیار خوب، با همین ویدیو رو دیدیم. همونطور که گفتم یک مهمان داریم، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که از هلند با ما هست از طریق ارتباط اسکایپی. سلام میکنم به شما آقای احمدی نیاز، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، در ایران متاسفانه قوانین مشخص و شفافی در بحث رحم اجاره وجود نداره، با اینکه اصل این ماجرا مجاز هست و لازم قانونی به هر حال مخالفتی هم باهاش نمیشه. در تجربه‌ای که شما در زمانی که در ایران کار می‌کردید داشتید، این مسئله چه مشکلاتی رو برای طرفین میتونه ایجاد بکنه نبودن قوانین؟ با درود بر شما، ببینید ناباروریم، چون که شما و افراد اعلام کردن، ناباروری یک بیماری هست و افرادی که از این بیماری رنج میبرن از این حق طبیعی برخوردار هستن که از فنون و علوم جدید پزشکی بهره بگیرن که بتونن از یک نطفه برخوردار باشن که بچه ای رو برای آینده داشته باشن. بنابراین به روش‌های جدید استفاده می‌کنن و رو میارن که یکی از اینها همین قرارداد رحم جایگزین یا بهره‌وری از رحم جایگزین یا مادر جایگزین یا دایی جایگزین هست. عناوین مختلف فقهی و حقوقی به این امر القا میشه و بیان میشه، اما مناسب‌ترین اینها همون قرارداد رحم جایگزین هست، یعنی زوجین نابارور در فرایند یک قرارداد با فردی که مالک و صاحب رحم هست وارد مذاکره میشن و قراردادی رو در این زمینه میبندن. ببینید استفاده از این روش در ایران بسیار جدید هست و عمر این شاید در 20 سال اخیر هم استفاده از علوم پزشکی جدید و فناوری جدید در همین 20 سال اخیر بوده و از منظر حقوقی هم یک روش جدید هست که متاسفانه همچنان که شرکت کنندگان در برنامه شما اعلام داشتن، ما فاقد نص قانونی در این زمینه. دقیقاً سوال من همینه، این چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ نبودن قانون چه مسئله‌ای تا حالا ایجاد کرده که جز اون نکات برجسته‌ای است که بشه اشاره کرد؟ ببینید به تبع بایستی قانونگذاران در ایران به این فکر بیفتن که قانونی رو در این زمینه تنظیم بکنن. البته ما در گذشته قانون اهدای جنین داشتیم در سال 1382، یعنی حدود در مرداد 82 این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید، اما از این قانون برای تنظیم قرارداد رحم جایگزین نمیتونیم استفاده بکنیم. این بیشتر برمیگرده به اصول کلی علم حقوق و ماده 10 قانون مدنی و بر اساس اراده طرفین و رضایت طرفین از این بیسی، یعنی از عمومات کلی علم حقوق برای تنظیم قرارداد رحم جایگزین بیسی استفاده بکنیم. این خلأ حقوقی موجب پدیداری ابهامات، بازار سیاه، معضلات و مشکلات موجود در جامعه ایران شده که عده‌ای بیان بازار سیاه ایجاد بکنن، مشکلاتی در این زمینه میتونه ایجاد بشه، کما این که مثلا در فرایند زوجین نابارور میان با مادری که دارای رحم هست قراردادی میبندن، اما اگه در این فاصله زوجین از هم جدا بشن، طلاق بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ یا خدای نخواسته اگه این فرزند دارای بیماری باشه که بیمار فرزند رو رها بکنن، چه اتفاقی میفته؟ یا اینکه نه، مادر رحم جایگزین داره یه مشکلی باشه، چون مادر رحم جایگزین از یک سری محدودیت های بسیار زیادی برخوردار میشه. مثلا وی در 4 مرحله، زمانی که جنین پرورش پیدا میکنه، زمانی که مرحله اول 3 ماه اول، مرحله دوم 3 ماه دوم و مرحله سوم، مرحله چهارم 3 ماه پایانی و تولد و تحویل فرزند میشه. اگه خب ایشون با یک سری محدودیت ها از حیث رابطه ای که با شوهرش میتونه پیدا بکنه، از حیث عواطف انسانی که نسبت به این
فرزند میتونه پیدا بکنه و از حیث محدودیت‌های فیزیکی هم میتونه به طور کامل داشته باشه. این چه ابهامات میتونه داشته باشه؟ در علم حقوق ایران متأسفانه راهکار معینی براش پیش بینی نشده و عملاً هر پرونده‌ای با توجه به شرایطش توسط دادگاه قاضی باید بررسی بشه و شاید یک نتیجه متفاوتی از هر پرونده‌ای حاصل بشه. اما بذارید با توجه به اینکه وقت اون محدوده، آقای احمدی نژاد، کمی هم به جنبه‌های فقهی و اخلاقی ماجرا بپردازیم، چقدر در ایران از لحاظ فقهی یک نگاه واحدی در مورد بحث رحم اجاره‌ای وجود داره و اینکه آیا جنبه‌های اخلاقی ماجرا رو هم قانونگذار، اگر که حالا روزی بخواد قانون مدونی در این زمینه داشته باشه، بهش واقف هست؟ اصلا در موردش صحبت میشه در مجامع حقوقی ایران؟ ببینید، بحث فرزند جایگزین در قرارداد رحم جایگزین در حوزه حقوق بشر و اخلاق زیستی مطرحه. در این زمینه ما متأسفانه به علت نص قانونی که داریم ابعاد فقهی مسئله هم داریم. مثلا آیت الله خویی از بزرگان شیعه فقط مادری که رحم مال اون است و از اون متولد میشه مادر اصلی این بچه میدونه. در خود قرآن کریم هم در 6 مورد در آیات متعدد میگه فرزندی که از رحم متولد میشه اون مادر وی محسوب میشه. اما علماء متأخر معتقد هستن برداشتی که از قرآن کریم وجود داره مبتنی بر این نیست. اونها هم به آیات متعددی از قرآن کریم استناد میکنن که نه، فرزندی که متعلق به نطفه هست مالک وی اون پدر مادر خواهند بود. بنابراین این ابهامات هست. علمای اهل تسنن به نوع دیگری مخالفت با این مسئله دارن و علمای شیعه. اما در کل چیزی که وجود داره اینه که در حال حاضر در روی فقهی قانونی و قضایی در نظام حقوقی ایران فرزند حاصل از رحم جایگزین پذیرفته هست مبتنی بر اصل براءت و حسب قواعد حقوقی متعلق به زوجین نابارور بوده و هیچ ابهامی در این زمینه نیست. بسیار. فقط معضلات حقوقی در این راستا وجود داره. خیلی ممنون از شما. مرسی حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری. ممنون که ما رو از هلند همراهی کرد. بریم چند تا پیغام بخونیم، سری برگردیم در فرصت باقی مونده چند تا تلفن هم میتونیم بگیریم. دیانا نوشته که اگر یک روز بچه دار نشوم اصلا این کار رو انجام نمیدم، ولی خب آقایون خیلی سخت میگیرن و حاضرن رحم اجاره بکنن. نسیم نوشته که کاش یکم درباره فرزندخواندگی تبلیغ میشد تا با این همه اصرار برای بچه دار شدن مردم یکم به سمت سرپرستی کودکان هم میرفتن. مهدی هم نوشته کسانی که میگویند به جای این کار سرپرستی قبول کنید احتمالاً نمیدونن که لذت در آغوش کشیدن فرزند خدا آدم چقدر زیاده. روی تلفن حالا حسین از ورامین با ماست و بعدم با سعید از تهران صحبت میکنیم. حسین همکارم میگن که شما ظاهرا خودتون یکی از بستگانتون این تجربه رو از سر گذرونده، در واقع زنی بوده که رحمش رو اجاره داده. بفهمید که چقدر برای اون زن راحت بود این تجربه، به خصوص بعد از وضع حمل، بحث به حال روانی و عاطفی قضیه رو چقدر تونست باش کنار بیاد. میکنم خدمت شما و بینندگان شنوندگان، راحت نبود براش. ما الان من داشتم گوش میکردم برنامه رو، همه درباره قوانین و قانونهای که هست و قراردادهایی که میبندن و در واقع خیلی از کسایی که میان رحم اجاره میکنن به اون قوانین و اون قانون و اون چیزی که مینویسن با هم قراردادی که با هم میسن حتی به اونم چیز وفادار نیستن. اون ماهانه خرجی که میان میدن اونا تو امضا میکنن ولی خیلی هاشون وفادار نیستن. ما توی نوبت بود یک دو باری انجام دادین آشنای ما این کار رو. بعد عرضم به حضور شما، بار اول با 1000 تا مصیبتی که پیش اومد الحمدلله بچه به دنیا اومد رفت. بعد 3 سال بعد که بار دوم رحم اجاره شد اون طرف اون خانواده اصلا لحاظ رسیدگی اصلا خوب نبودن. ما داشتم گوش میکردم صحبت اون دوتا خانوم با اول برنامه میگفتن اصلا خرج ماهانه اینجوریه. کلن من یه قرارداد میمنستن آقای عامر توسی به مبلغ 20 میلیون که 3 میلیونش رو اول میدن، 3 میلیونش رو وقتی که قلب نوزاد شکل گرفت بهش میدن، مابقیش رو موقعی که بچه به دنیا اومد. این وسط هم اینا ماهانه باید خرج مثلا طبق قراردادیه به قول بچه ها دیگه هرچی که بتونن بتونن زن رو بدن که بتونه مثلا خرج مثلا خودش کنه که مثلا نوزاد خوب تغذیه بشه. ولی بار دوم اصلا از این بچه قلب شکل نگرفت، اون خانم رها کرد رفت. این با خاطر اون آمپولایی که به بدنش دادن برای چسبندگی جنین و نهایتا سرنوشت اون بچه چی شد؟ خیلی کوتاه بسن. اون بچه تو جنین تو رحم مون جدا نشد، مجبور شدیم بریم کورتاژ کنیم با هزینه شخصی
بعدش دیگه نمیتونه بچه دار شه. پس پیچیدگی های خاص خودش داره. چون وقت خیلی کمه حسین، من دلم نمیدین سوالم نپرسم. یه بحث دیگه حقوق انسانی زنی هستش که رحمشو داره اجاره میده، با توجه به اینکه این مورد در اقوام شما بوده، چقدر در واقع از این نظر اطمینان حاصل شد که این زن تحت فشار و اصرار و اجبار شوهرش مثلا به خاطر بحث پول این کارو نکرده باشه و خودش هم واقعا رضایت داشته باشه؟ از این نظر آیا فهم می‌کنید همه اون مراحل قانونی طی شد؟ رضایت که نمیشه بگه آقای چیز، به خاطر بحث مالی بود. من با دوستتونم صحبت کردم، گفتم فقط به خاطر مسائل مالی بود، به پول احتیاج داشتن، مجبور شده دوباره این کارو انجام بده. بسیار خوب، ممنون از شما. سعیده از تهران، ظاهرا اقوام شما هم دارن در این مورد تصمیم گیری میکنن. کمی از اون به حال مشکلاتی که ممکنه از لحاظ روانی فکری، کل اون پروسه به حال پروسه راحتی نیست. اگر تجربه اینطوری دارن و شما میدونید به اون بگید لطفا. بله سلام عرض میکنم خدمتتون. فکر میکنم که برای هر دو طرف خیلی دشوار باشه. از طرف خانواده‌ای که دچار فرزند خودش رو میخواد، خیلی اصرار داره که فرزند خودش رو داشته باشه و نمیتونن خودشون، باید بپذیرن که فرزندشون تو جسم یک زن دیگری پرورش پیدا کنه، و از طرف دیگه اون زنی که بچه‌ای در وجودش پرورش پیدا میکنه، قطعا تعلق خاطری بهش پیدا میکنه، ممکنه بعد از تولد خیلی براش دشوار باشه. من شخصا به نظرم میاد که گرچه این موضوع ممکنه مشکل یه بعضی از خانواده ها رو حل کنه برای بچه دار شدن، اما مصائبش بیشتر از محاسنش خواهد بود. اینکه پول در قبالش دریافت میکنن رو باش موافق هستید؟ فهم میکنید اگه فقط قصد کمک باشه؟ نه اصلا موافق نیستم و فکر میکنم یه جوری استفاده ابزاری از زنان هست. نه فکر میکنم اصلا درست نیست و باید کاملا غیرقانونی اعلام بشه این موضوع. بسیار خوب، ممنون از شما. مرسی. با هر دو نفر خداحافظی میکنیم. فرصت کمی داریم، بریم چند تا پیغام بخونیم. با حماد نوشته که داشتن فرزند از طریق بدن دیگری یک قرارداد کاری است، اما قبول فرزندخواندگی از بار اخلاقی بالاتری برخوردار میباشد. از این طرف هم براتون میتونیم چند نظر بخونیم. میثم گفته که در ایران باید این فرهنگ جا بیفتد که مردم جامعه به فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان با افتخار نگاه کنند. شیما در اینستاگرام نوشته که شرایط سرپرستی بچه خیلی سخته و واقعا بعضی بچه‌ها که بزرگتر هستن یک سری مشکلات خاص خودشون رو دارن. مژگان هم پرداخته به این موضوع، گفته من زنهایی رو دیدم که به خاطر 5 میلیون تومان رحم اجاره میدم. واقعا جای تاسفه که اینقدر محتاج تو جامعه وجود داره. مهین نوشته بی انصافی نکنیم، کسی که حاضر به 9 ماه بارداری و زایمان میشه، اوج فداکاری یک زن رو برای ادامه زندگی بچه‌ای که به دنیا میاره نشون میده. سمیرام نوشته روزی که خواهرم زایمان کرد، خانومی اونجا بود که رحمش رو اجاره بود و موقع ترخیص گریه میکرد که همه با بچه میرن جز من. سعید هم نوشته عجب دنیایی شده، یکی به خاطر پول جسمش رو اجاره میده و یکی برای بچه دار شدن دست به هر کاری میزنه. علی هم نوشته وقتی یک زوج همدیگر رو دوست دارن اما نمیتونن بچه دار بشن، این روش خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ به پایان برنامه میرسیم، اما برای کسانی که مایلن بیشتر درباره موضوع رحم اجاره‌ای بدونن، این خبر رو بدم که همکارانم در برنامه 60 دقیقه هم امشب به حضور چند کارشناس در همین مورد صحبت خواهند کرد. این اولین برنامه ویژه امسال بی بی سی فارسی از مجموعه برنامه‌های 100 زنه که تا چهارشنبه ادامه داره و هر روز به یکی از موضوعهای مرتبط با مسائل زنان خواهد پرداخت. اگر مایلید تا چهارشنبه در بحث‌های مختلفمون شرکت بکنید. تا فردا یک موضوع دیگه، روز شب خوش.